الدن رینگ روی من خیلی تاثیر گذاشت و صبر و مهارتم رو واقعا برد بالا. کلا بازیه که پر از دشمنای سخت و سفت، ولی بعضی از باس‌هاش به معنای واقعی مشکلن. توی این ویدیو میریم سراغ سخت‌ترین و مشکل‌ترین باس‌های الدن رینگ. اولین باسمون فول گراوند فالینگ استار بیست هستش، باسی که در کوه گلمیر میشه پیداش کرد و نحوه رسیدن بهش رو توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم. باس یکی از رومخ‌تریناست. چیزی که درباره فالینگ استار بیست وجود داره اینه که اتکاش خیلی متفاوت نیستن مثل بقیه باسای بازی، ولی تمامی اتکاش تهاجمی هن، دامنشون همگی زیاده و کلی هم باید ضربه بخوره تا بالاخره نفله بشه. کلن نبرد یکی از طولانی ترین هم هست. خوشبختانه بیشتر اتکاشو میشه خیلی ساده از دستشون جا خالی داد و باس اتکای یهوی میشه گفت اصلا نمیزنه که حساب کتابش از دستمون در بره. تنها نقطه قوتش اینه که خیلی نمیشه بهش نزدیک شد و خونش هم خیلی زیاده. این یعنی نبرد بیشتر از حد معمول طول میکشه و این یعنی احتمال اینکه اشتباه جا خالی بدین و بمیرینم زیاد میشه. نقطه ضعف باس استفاده از ماجیک یا جادو هستش. با این حال منی که بیش از 50 بار با بیلدهای مختلف باش جنگیدم میگم بازم نبردتون قرار طولانی باشه. باس اصلا باس پیچیده‌ای نیست، ولی سخت، نمیدونم چرا. خوشبختانه یکی از باسای اصلی نیست و میشه خیلی ساده ازش رد شد و باشم مبارزه نکرد. اگر صبر ایوب ندارین میتونین بیخیالشین، که البته با این کار یکی از بهترین سلاحهای بازی هم از دست میدین. اما باس بعدی که به شخص باش حساب شخصی دارم ماگ لورد آف بلاد. باس های خانواده اومن همشون سختن، ولی این یکی که در قلب کاخ ماگوین مخفی شده از همشون بدتره. چیزی که باسو مشکل میکنه یکیش اتکای معمولیشه و اون یکی هم اسپلاییه که ازشون استفاده میکنه. از اون بدتر تمامی این اسپلا بهتون استات بلاد وارد میکنن، بعدش هم رد اسپلاش به شکل نیم دایره توی منطقه میمونه و اصلا اجازه نمیده خیلی بهش نزدیک شین. حالا همه اینا رو بچه ها وللش، اینا در برابر بدترین اتکش هیچی به حساب نمیان. یهو وسط نبرد ماک از یه اسپل مخصوص استفاده میکنه و دور کارکترتون یه حلقه به وجود میاره. اینو نمیشه بلاک کرد کلن. اولش هم هیچ دمیجی بهتون وارد نمیکنه، ولی وقتی خونشو به نصف میرسونین حالا شروع میکنه به ورد خوندن و با هر ضربه نیزش به سمت آسمون نصف خونتونو خیلی ساده کم میکنه، شایدم بیشتر. از اون بدتر با هر ضربه از خون شما کم میشه و به خون ماک اضافه میشه. این ضرباتو هم پشت سرم سه بار بهتون وارد میکنه. اگه وسطش خودتونو هی تون تون هیل نکنین کارتون تمومه. البته توی بازی یه تیر مخصوص واسه ترکیب با فلسک اختصاصی هم وجود داره که میتونه دمیج این اسپلو کمتر بکنه. من نداشتمش و عذاب کشیدم. توی فاز دومش هم بال در میاره. انقدر هم از اسپلاش استفاده میکنه که قشنگ نصف منطقه آتیش میگیره و نمیشه واردش شد. اگه واسه زدنش مشکل داشتین، من نزدیک به 100 تا ویدیو از الدن رینگ و بیلدا و سلاحهای فوق قدرتمندش درست کردم که میتونین از اونا استفاده کنین. در ضمن اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین بالا کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. اما باس بعدی که نمیدونم چرا مورد علاقه خودم هم است گاتفری و هورالو. اواخر خط داستانی بازی پر از باس های سخت و سفت و اینجوری. گاتفری هم اولین باس پهلوونیه که باش فایت میدین. در اوایل نبرد میبینین که اصلا باتون شوخی نداره. اتکاش با اون روح طلاییش که قبلا شکستش دادین فرق داره و این دفعه دمیجی که بهتون وارد میکنم اصلا شوخی بردار نیست. توی فاز اولش خود به خود سخته با اون تبرش که دمیج زلزله میزنه، ولی بعد از اینکه وارد فاز دومش میشه خود واقعیشو بهتون نشون میده و شروع میکنه مثل یه وحشی جنگیدن. اتکاش خیلی 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 تهاجمی تر میشن. همه ی اتکاش هم پشت سر همه و میتونه خیلی راحت کل خونتون رو ببلعه. چند تا اتک مخصوص هم داره که با استفاده ازشون میاد میگیرتتون، میندازتتون هوا و بعد با مخ میخورین زمین. کلن توی فاز دومی مرگ بیخ گوشتونه بچه. از اون بدتر وقتی خونشو یکم بیشتر کم میکنین وارد فاز دو نیم میشه و حالا تمامی ضربات قدرتمندش این دفعه به منطقه دمیج وارد میکنن. تنها رایی که من میتونستم از این اتکا جا خالی بدم این بود که از روشون بپرم و این کار اصلا کار آسونی هم نبود. اما باس بعدیمون گاتسکین دوو.
اگه یه باس توی بازی وجود داشته باشه که میتونم بهش بگم ناجوان مردانه و نامردی، همین گاتسکین دوئه. این دوتا باس باسهای اواسط منطقه کرامبلینگ آزولا هستن و خیلی هم خوب همکاری میکنن. باید با یه گاتسکین اپاستل و یه گاتسکین نوبل همزمان فایت بدین. اینا خودشون به تنهایی اگه باشون فایت داده باشین میدونین خیلی سختن. دوتا با هم که دیگه اصلا غیر ممکنه. اینطور باس فایت ها رو میشه توی DLC دارک سولز 2 دید که اختیارین، ولی این دوتا نه. تا وقتی شکستشون ندین خط داستانی رو نمیتونین ببرین جلو. باید حتما از رو جنازه این دوتا رد شین. به نظرم رو مخترینشون هم همین نوبله هستش، توپله. یکی از اتکاش اینطوریه که باد میکنه و مثل غلطک از روتون رد میشه. دامنه تمامی اتکاش هم به لطف شمشیرش زیادن و دمیج هم که میزنه از اون اپاستله بیشتره. متاسفانه اگه بتونین یکیشونو بکشین کافی نیست، چرا که خط خونی که پایین صفحه میبینین جمع خون هر دوشون نیست، از جمع خونشونم بیشتره. اگه یکیشون و یا حتی دوتاشونو نابود کنین دوباره ریوایو میشن و میفتن به جونتون. هر چقدر هم سعی کنین یکیشونو بفرستین دنبال نخودسیا، بازم تا حد امکان سعی میکنن دو نفری بهتون حمله کنن. من یکی حدود یه هفته رو اینا مونده بودم، ولی توی نیو گیم پلاس دمار از روزگارشون در آوردم. نمیدونم چرا از باسهای اصلی سخت‌تر طراحیشون کردن. اما در باس بعدیمون رادگان و الدن بیست. توی بیشتر بازی‌های سولز باس آخر معمولا مثل باسهای اوایل و واسط بازی اونقدر سخت نیست، ولی توی الدن رینگ نه، اصلا اینجوری نیست. این دفعه قرار نیست با دوتا باس همزمان بجنگین، بلکه باید اول از رادگان رد شین و بعد به الدن بیست برسین. هر دوتاشون هم به نوبه خودشون بسیار سخت و طاقت فرسان. توی بازی‌های قبلی سولز اگه یه باسو میکشتین توی دور بعدیتون دیگه لازم نبود دوباره باش بجنگین، ولی اینجا نه. اگه میخواین نبرد و برنده بشین حتما باید رادگان و الدن بیستو پشت سر هم شکست بدین. چک پوینتی در کار نیست، خونتون پر نمیشه و کلاً هیچ چیزی به نفعتون تغییر نمیکنه بچه‌ها. واسه باس اولی رادگان اصلا نباید عجله کرد واسه شکست دادنش، چون نصف بیشتر اتکاش به منطقه دمیج وارد میکنن و باید بدونین چطوری از دستشون جا خالی بدین، ولی خوشبختانه قابل پیش بینین. درسته یکی از خدایانه، ولی طوری مبارزه میکنه که میشه اتک بعدیشو پیش بینی کرد. ولی الدن بیست از اون طرف نه، آخرم نفهمیدم دقیقا چیه. مثل یه اژدها میمونه که شمشیر گرفته دستش. اولم فکر کنم یه مار کوچولو بود اگه اشتباه نکنم. کلن توی منطقه شناوره. یکی از بدترین اتکاش هم همینیه که میاد با تأخیر خیلی زیاد میگیرتتون و بعدش هی بهتون دمیج پیوسته وارد میکنه. تنها راه در رفتن از این کارش اینه که تا میخواد بگیرتتون به سمت دستش جا خالی بدین و از توش رد شین. داریم مگه؟ هر دوی این باسا انگار دارن انتقام بقیه رو ازتون میگیرن، ولی در مقابل باس بعدیمون خیلی هم چیزی به حساب نمیان، چون باس بعدیمون مالنیا بلید آف میکولایه. چه قشنگ گفتم. یه باس مخفی که کلی از پلیرها هنوز که هنوزه توش موندن. سخت‌ترین باسی که میتونین توی بازی پیدا کنین، باسی که در قلب هلیک تری مخفی شده و خوشبختانه باس اختیاری هستش. وقتی داره واسه نبرد آماده میشه بهش نمیخوره واسه سختی باشه. من فکر کردم مثلا مثل آرتوریس توی دارک سولز 1 قرار باس واسه سختی باشه، ولی از اون طرف مبارزه کردن باش خیلی حال بده، ولی نه متاسفانه. البته نحوه جنگیدنش مثل آرتوریزه ها، ولی یکم همچین فرق داره بعضی جاش. با هر ضربه‌ای که بهتون میزنه میاد خون خودشو یکم پر میکنه. چیزی که باعث شد از یه جای به بعد دیگه از نبرد لذت نبرم این بود که واسه شکست دادنش حتما باید تهاجمی بازی میکردم. دوتا نقطه ضعف خیلی خوبم داره. در مقابل استاتایی که بهش وارد میشه ضعیفه و دومیش هم اینه که پویزش پایینه. اگه میخواین برنده بشین باید حتما از این دوتا نقطه ضعف استفاده کنین، وگرنه گیجتون میکنه و خلاص. توی دوره اول که حساب اتکاش دستتون نیست کلی ازش دمیج میخورین و خونشو پر میکنین ناخواسته. برنده شدن غیر ممکنه اینجا، ولی خب وقتی بالاخره کل خونشو کم میکنین چه اتفاقی میافته بچه ها؟ وارد فاز دومش میشه، بال در میاره این دفعه و خیلی هم عصبی تر میشه. همین فاز اولش خودش مشکله، چه برسه به دومی. اگه بتونین در برابر تمامی اتکای فاز دومش مقاومت کنین شک نکنین به خودتون، چون قطعا حالا یکی از ماهرترین پلیرهای الدن رینگین. مالنیا سخت‌ترین باس الدن رینگ نیست،
یکی از سخت‌ترینا بین کل سری بازی‌های سولزه و شما شکستش دادین. یکی از طولانی‌ترین نبردا رو پشت سر گذاشتین. ولی بازهای دیگه هم هستن که شکست دادنشون کلی بیشتر طول میکشه. بعضیاشون حتی سولز لایک هم نیستن. اگه میخواین با اونا هم آشنا بشین، با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهشون رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.